سیما بینا خواننده محبوب ایرانی همراه با گروه موسیقی لیان در طول آمریکای شمالی خود به شهر واشنگتن رسید. شنبه گذشته 12 ماه ژوئن سالن کنسرت دانشگاه جورج میسن میزبان این گروه از موسیقیدانان بود. این بار از سر دلتنگی آهنگای انتخاب کردیم از عارف قزوینی، این شاعر میهنی و دلسوخته خودمون، شاعر زمان مشروطیت. و چون کارها سنتی بود با گروه لیان شروع کردم به همکاری، یعنی دعوتشون کردم به همکاری. تو کارشون خیلی استاد هستن و همیشه مترصد بودم که یک برنامه جور بشه که باشون همکاری داشته باشم. دل هوسه آی دل هوسه سبز و صحرا تجربه خیلی خوبی واسه ماست با خانم سیما بینا، ولی کلن به این برهه از زمان که اتفاقای در دنیا و کشورمون میفته، خب این کنسرت که ما داریم انجام میدیم یک پیغام‌های خیلی عالی مطرح کنم توش داره و اگر کسی خوب گوش کنه و دقت کنه به این شعرها و این تصانیف بکنم، خیلی صحبت‌ها رو ما از دل مردم میزنیم تو این کنسرت. که شم آهی که گردون پر شرشی ترس از آه سوز سوت دی لوم 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 که آه سوت دی لوم پر شررشی. ما سعی میکنیم که یه مخرج مشترکی بین دوتا موسیقی پیدا بکنیم و دیگه از اون به بعد هممون یک حرف رو میزنیم. حالا ممکنه به زبانهای مختلف شنیده بشه، ولی در واقع یک زبانه. در اجراهای گروه لیان از 4 تا 16 نوازنده بسته به مضمون و محتوای برنامه بر صحنه می روند. در کنسرت های آمریکای سیما بینا و گروه لیان نوازندگان امیر کوشکانی، تار و ستار، علی نوربخش، دف و دایره و شروین مهاجر کمانچه می نوازند. خانم سیما بینا که زندگی حرفه‌ای خود را وقف خواندن و معرفی ترانه‌های محلی کرده است، در مورد جایگاه موسیقی محلی و اهمیت این ترانه‌ها می‌گوید. در مورد موسیقی محلی می‌تونم براتون بگم که هیچ وقت موسیقی محلی در مقایسه با موسیقی‌هایی که در شهر یا سنتی رایج میشه توی شهر مقایسه نمیشه. اون همیشه راه خودش رو داشته. موسیقی محلی خیلی خیلی قدیمیه، سینه به سینه توی روستاها حرکت خودشو داره. ترانه های محلی من همه در واقع همون قطعات قدیمی هست که از نقاط مختلف ایران به خصوص خراسان، روستاها و شهرهای قدیمی خراسان از میون مردم این نغمه ها رو انتخاب میکنم، در واقع گلچین میکنم. سر کوه اگر اینها را آدم انتخاب میکنه و میاره از رفتنه های وسیع تری برای مردم بیشتری ارائه میده، حسنش به اینی که از اون محدوده شهر و روستا انتقال پیدا میکنه به مردم بیشتر. و چون یک نغمه هایی هست که خیلی قدیمی هست، میتونه الهام بخش بسیاری از موزیسین ها و کسانی که کار میکنن به موسیقی باشه. واقعا اگر فرصتی بود خیلی دلم میخواست که یک بنیاد فرهنگی باشه که روی این موضوع کار کنه و واقعا بچه ها مثل هنرجو، مثل پژوهشگر برن این نغمه ها رو پیدا کنن تو روستاها، هر کی شهر خودش، حتی بعد بیاد تنظیم کنه با سازهای همون منطقه، ضبط کنن، بخونن هر چی که میتونن. و این خیلی خوبه که واقعا یک کارای اینطوری نهادینه بشه توی
موسیقی ما. اینا ریشه های اصلی موسیقی ایرانی. من فکر میکنم بعد از انقلاب فرصتی بود برای فکر کردن، برای کار کردن بیشتر روی نغمه ها. اگر نمیشد که ارائه بدم، ولی پژوهش، کارهای پژوهشی و گردآوری من بیشتر شد و این خیلی خوبه، برای اینکه تونستم توی کارم اگر خیلی گسترده نبود ولی عمیق بشم، حرفه‌ای‌تر بشم و جایگاه هنری خودم رو پیدا بکنم. همیشه در یک جور فشارهایی یا یک جور بستگی‌هایی فکر بیشتر میاد، چاره اندیشی میاد و بعد آدم راه و چاهایی که پیدا میکنه یه وقت میبینی که به نتیجه های بهتری میرسه. و چجوری بگم، یه وقتایی توی شب ستاره ها بهتر خودشون رو نشون میدن توی تاریکی. صدای آمریکا، واشنگتن.